1401 و اینجا شمال اقیانوس هند فرماندهی کرده. حالا اما این ناوشکن یک ارتقا به مرکز یک رزم شبکه محور تبدیل شده. پهپادهای رزمی و شناسای ارتش در دست کم 1000 کیلومتر برد دارند و می توانم 24 ساعت در آسمان مأموریت های خود را انجام دهند. یکی از این پهپادها آرش است که نسخه دریاپای آن می تواند اهداف خود را در دریا شناسایی و منهدم کند. این تصویری از نسخه دست کم 50 فروند پهپاد فقط روی ناو نیروبر لاوان مستقر شده. حالا علاوه بر این مأموریت می تواند پایگاه پهپادها هم باشد که مرکز عملیات آنها در این رزمایش ناوشکن جماران است. البته لاوان به طور مستقل توانایی هدایت همه این پهپادها را دارد. برای اولین بار در غرب آسیا نیروی دریایی ایران توانایی حمل و هدایت پهپادهای رزمی را پیدا کرده. نسخه های شناسایی پهپادهای ایران به نام هما از روی زیردریایی طارق به پرواز در می آید. به دلیل رعایت اصول حفاظتی هیچ اطلاعات دیگری از این عملیات و برد این پهپاد گفته نمی شود، اما به طور رسمی ایران بعد از آمریکا، چین و هند می تواند پهپادهای مجهز به ردیاب زیرسطحی برای شناسایی اهداف در روی سطح آب و زیر آن به کار بگیرد و عملاً برد رهگیری و انهدام زیردریایی طارق و همچنین هدایت اجدر آن تغییر پیدا می کند. در خلیج فارس و دریای عمان فقط ایران ناوگان زیردریایی دارد.